بسم الله الرحمن الرحیم. برام یاد خدا و عرض سلام خدمت شما دانشجویان عزیز، در هر جایی که هستین در پناه خداوند متعال باشین. امیدوار هستم که با درس های مدیریت پروژه با صورت درست و دقیق پیش رفته باشین. دوستان عزیز، پیش از اینکه ما در جلسه امروز بپردازیم که رابطه بیشتر تمرکز ما روی ابزارها و تکنیک های مدیریت زمان بودن که از چه ابزارها استفاده میکنیم تا ما در مدیریت زمان یا در مدیریت زمان پروژه چی کنیم موفق باشیم، ما از ابزارهای مثل دیاگرام، مثل گرانچارت و PRTs چی میکنیم استفاده میکنیم. اما چیزی که مهم بودن در درس قبلی که ما روش صحبت کردیم، این ابزارها به سه نوع تقسیم میشد. یک ابزارهای تحت عنوان دیاگرام بود که دیاگرام ما با صورت دقیق بحث کردیم. دوم تحت عنوان گنچارت بود که انشاءالله گنچارت در جلسه ما مورد پژوهش قرار میدیم با که تا شما بیشتر بفهمین. و سیوم هم PERTista که این میکانیزم هم میخوانیم که تکنیک شوه تا بتانیم که مدیریت زمان پروژه رو با صورت درست چی کنین، نظم بیتین و نظمی باعث میشه که پروژه ها به صورت درست تکمیل شد. دوستان، ما رابطه با اینها صحبت کردیم، زیاد دیگه نمیپیچیم، فقط یک مروری بودن. میریم روی بحث گن چارت. گفتیم جهت ایجاد گن چارت مراحل ذیل نیاز است تا در نظر گرفته شود. یعنی ما چندین نقاط اساسی رو نیاز داریم تا گن چارت ما تحقق بتیم. دوستان گفتیم که زمان بندی پروژه با شکل مختلف نشان داده میشد، اما بهترین رویشی که در پروژه ها مطرح کردن همین رویش گن چارت هست، رایج ترین ابزار هست که ما از طریق استفاده بکنیم تا اینها تکمیل شد. اما فراموش نکنیم که گن چارت به خودی خود هیچ ارزش و اعتبار نداره، تنها در صورت ارزش پیدا میکنه که هدف پروژه واضح باشد. یعنی ما بتونیم هدف پروژه رو چیکونیم واضح بسازیم. در این حالت است که گنچارت ارزشمند میشود. ما میتونیم که موارد های بسیار اساسی را در قسمت گنچارت خدمت شما بحث بکنیم تا اینها بتواند نقش اساسی را در قسمت ابزاری که ما به نام گنچارت یاد میکنیم به شما کمک بکنیم. پروژه مجموعه معمولا فعالیت های به هم پیوسته است. دوستان اگر شما پروژه را باز هم تعریف بکنیم که در بحث های ابتدایی ویدیو های اول و دوم سوم ما بحث کردیم، پروژه مجموعه فعالیت های به هم پیوسته هست. یعنی چندین فعالیت هست پروژه، اینها به هم وصل هستند تا مفهوم تشکیل میشه. پروژه ها معمولا دارای تاریخ شروع و ختم معین است که هر کدام الزامات خاص خود را دارند. قبل از اینکه پروژه شروع شود آمادگی ها برای آنها باید چی باشد و لازم هست که تا ما بتوانیم با استفاده از این آمادگی ها پروژه ها را به صورت درست چی کنیم تکمیل بکنیم. چیزی که امروز مهم است در این بحث، ما مراحل یا نقاط بسیار اساسی را در زمینه گن چارت مطالعه میکنیم که تا بتوانیم با استفاده از گن چارت ما مدیریت زمانی پروژه را پیش ببریم. تاریخ شروع و ختم پروژه تعریف شود. یعنی ما زمانی میتونیم از گن چارت استفاده بکنیم که تاریخ شروع و ختم پروژه چی شود؟ مشخص شود، یعنی تعریف شود. مهمترین بخش یک پروژه در جدول زمان بندی تاریخ شروع و شروع پروژه است که این زمان پروژه ممکن است در چه تاریخ دقیقا شما پروژه را چی میکنین؟ آغاز میکنین. یعنی میگیم ما تاریخ شروع پروژه یک بحث بسیار مهم و اساسی هست. نقطه دوم، تعداد روزهای کاری در هفته باید مطرح شون که در یک هفته چند روز افراد یا تیم برده مدیریتی شما کار میکنند روی پروژه. بعد در بعض پروژه ها ممکن است دو روز باشد، سه روز باشد، پنج روز باشد. نظر به همین زمان بندی روزها شما میتونید که در جهت ایجاد گن چارت کمک بکنید. تعداد ساعت کاری در روز، افراد شما در یک روز چند ساعت کار میکنند یا تمام تیم شما یا خود مدیر پروژه در یک روز چند ساعت کار میکنند. زمان رخصتی برای هر فعالیت باید مشخص شود که در هر فعالیت چند روز رخصتی وجود دارند. یعنی ممکن است یک روز باشد، دو روز باشد، پنج روز باشد، ده روز باشد. ما با اینها چی داریم؟ رخصتی نیاز داریم که باید اینها را چی کنیم؟ مورد مطالعه قرار بدیم تا مطابق با آن برآورد کامل پروژه صورت بگیرد. یعنی برآورد کامل پروژه بر اساس چی بیشتر مطرح میشه؟ تعداد روزهای کاری، تعداد ساعات کاری در روز، زمان رخصتی ها در هفته باید چی شوند مطابق با آنها مشخص شوند تا پلان مدیریت زمان پروژه چی شوند تحقق پیدا کنند. برای هر فعالیت نام و زمان اجرا باید مشخص شوند. برای هر فعالیت نام و اجرا و زمان پروژه باید چی شوند مشخص شوند.
که اگر این مشخص نشود ما نمیتونیم به صورت درست چی کنیم از ابزار گنچارت استفاده بکنیم. یک لیست عمومی از منابع مورد نیاز تهیه شد، یک لیست کاملا که از نقطه صفری تا ختمه که چی نیازهای وجود دارد و چی منابع های در خدمت ما هست، ما نیاز داریم از این لیست ها ما نیاز داریم تهیه بکنیم دوستان، تا این لیست ها ما را کمک بکند تا بتانیم مدیریت زمان پروژه را بیشتر چی کنیم تحقق بتیم. سپس از همین لیست تهیه شده مطابق به نیاز برای هر فعالیت استفاده شود. همین فعالیت از منابع هایی که ما لیست جور میکنیم از همین لیست ها مطابق به نیاز ها برای هر فعالیت چشان استفاده شود. یه هم برای ما کمک میکند که ما گنچارت بسازیم. در بعضی موارد لیست منابع مورد نیاز برای هر فعالیت نیز در اول تهیه می شود که این کار اجرای پروژه را سهولت می باشد. یعنی لیست منابع مورد نیاز در هر پروژه در ابتدا اگر تهیه شوند برای ما کمک می کند تا ما بتوانیم مدیریت زمان پروژه را به صورت درستش در قالب گانت‌چارت معرفی بکنیم، نشان بدیم، تا این باعث می شود که افرادی که در پروژه هستند یا تیم افراد ذی‌نفع یا مشتری شما بتونه فهم درست از زمان پروژه و تکمیلش چیکونه داشته باشه و همچنان شما باید در قالب زمان و زمان مشخص فعالیت های پروژه رو چیکونین تکمیل بکنید. یکی از مهمترین عنصرهای اساسی در قسمت ایجاد پلان گذاری مدیریت پروژه است. ایجاد ارتباط برای مشخص کردن وابستگی بین وظایف پروژه، ارتباطی که بین وظایف در سطح پروژه یا فعالیت ها وجود دارن، اینها هم بسیار مهم هست که شما باید بفهمید، کمک میکنه تا فعالیت های ما قبل و ما بعد در یک پروژه مشخص شوند. یعنی ارتباط بین هر فعالیت A با B باید مشخص شد و B با C. این باعث میشه که ما در ساختار مدیریت زمان پروژه موفق باشیم. پس دوستان عزیز، شما زمانی میتونین در تحقق مدیریت زمان پروژه موفق باشین که این نقاط در با استفاده از ابزار گانت‌چارت مورد توجه قرار بدین. زمان آغاز و ختم پروژه برای شما مشخص شود، تعداد روزهای کاری، تعداد ساعات کاری در روز، رخصتی ها باید مشخص باشد، منابع مورد نیاز در پروژه که در ابتدا تعریف میشوند هم باید چی شوند روشن باشند و اینها باعث میشن تا شما بتونین برای مدیریت پروژه‌تان موفق باشین. همچنان تعیین محدودیت‌های مربوط به وظایف در صورت لزوم تنظیم شود. یعنی هر وظایفی که وجود دارن فعالیت‌هایشان، محدودیت‌هایشان به صورت که نیاز هست باید چی شوند تعریف شوند تا مطابق به آن زمانبندی دقیق در گانت‌چارت صورت بگیرد. یعنی اگر اینها نقاط را که ما روش بحث کردیم مورد توجه باشند، ما میتونیم که زمان بندی دقیق در گانت‌چارت چی کنیم ایجاد بکنیم و این زمان بندی برای ما کمک میکنه تا تمام تیم برد مدیریتی ما از مفاهیمی که در سطح پروژه کارهایی که در سطح پروژه نظر به زمان میخوایم تحقق بتیم اینها چی شون واضح شه. تنظیمات نهایی گانت‌چارت اجرا شود تا متناسب با طرح کلی پروژه باشد. اگر دوستان همین مشخصات را که ما روش بحث کردیم در ساخت مدیریت زمان یا پروژه باشند، در اینها شما را کمک میکنند تا بتوانید متناسب یا هماهنگ با طرح کلی پروژه چیکنین حرکت بکنید. طرح کلی پروژه یا پلان استراتژیک پروژه یکی از بحث های بسیار مهمی هست که در قالب زمان و در بودجه شما چی میکنید اینها را میسازید و شما را موفق میسازید. هنگامی که پروژه آغاز شود در فاصل منظم بازرسی صورت گیرد تا برای تشخیص مشکلات و اصلاحات مورد نیاز اقدام عاجل شود. دوستان هنگامی که پروژه را آغاز میکنید در هر بخش باید بازرسی و بازپرسی دقیق صورت بگیرد، چه از لحاظ کیفی، چه از لحاظ کمی، چه از لحاظ ساختاری، تا شما بتوانین چی کنین فعالیت ها یا اصلاحات مورد نیاز که به وجود میاد در سطح پروژه انجام بدین. اغلبا این بررسی ها را انجام نمیده و این نقاط جدی بررسی نمی کند، از این لحاظ است که پروژه ها در ساختار خود دچار مشکل میشن دوستان. پس گانت‌چارت بر شما کمک میکنه تا مدیریت زمان پروژه را شما چی کنید انجام بدید. دوستان این بحث گانت‌چارت هست که انشاءالله شما بتونین از استفاده بکنین و در قسمت بعدی ما روی تکنیک ارزیابی و بررسی پروگرام چی میکنیم بحث میکنیم. تکنیک ارزیابی و بررسی پروگرام یا به معنای PERT Technique Review and Evaluations پروگرام در سال 1958 توسط شرکت مشاوره مدیریت به نام بوزو حامی لیتون در امریکا ابداع گردید.
توسط یک کمپانی آمریکایی ای تکنیک ریویو آن اِوالوشنز آف پروگرام اِوالویشن آف پروگرام چه شده ایجاد شد تا بتانیم ما توسط تکنیک ها ارزیابی بررسی رو چیکونیم یک پروگرام مشخص بسازیم که یک از روش های بسیار معتبر و کارا در سراسر جهان بین شرکت ها است. هکنور با کاربرد رویش PERT علاوه بر محاسبات زمانی که ضمناً که ما در قالب گنچارت نشان می‌دادیم یا دیاگرام نشان می‌دادیم، علاوه بر محاسبات زمانی مسائل نظیر تخصیص منابع مالی، منابع بشری و تجهیزات مربوط به پروژه مطابق بودجه نیز قابل بررسی می‌شود. این ما توسط این می‌تونیم ضمنی که بر محاسبات زمانی می‌پردازیم نظیر تخصیص منابع مالی رو به بخش‌های مربوط ما می‌تونیم تخصیص بدیم و ضمناً منابع بشری رو ما می‌تونیم بهتر مورد بازرسی قرار بدیم و همچنان تجهیزات مربوط به پروژه را هم چک کنیم مورد بازرسی و ارزیابی قرار بدیم تا بتونیم پروژه را به صورت درست اِوالویشن بکنیم، یعنی در جهت تکامل شما اینها را چک و بررسی می‌کنیم. خب مزایای کاربرد تکنیک ارزیابی و بررسی پروگرام چی هست؟ در اینجا مطرح شده هست که انشاءالله ما این مزایا رو چی میکنیم؟ روش بحث میکنیم تا شما بفهمین که این برای ما چی کمک میکنیم. برجسته کردن مراحل و فعالیت های لازم برای پروژه، یعنی فعالیت های لازم ما چی میکنیم؟ برجسته میکنیم در سطح یک پروژه که باعث میشه مفهومی PERT بیشتر در سطح پروژه های ما نهاده نشه. با توجه به اهداف تعیین شده و اجرای فعالیت ها برای رسیدن به اهداف، با توجه به اهدافی که تعیین شده در سطح پروژه و همچنان فعالیت های لازم در سطح پروژه ما میتونیم که چیکونیم از روش PERT استفاده بکنیم. فراهم شدن امکان انتقال اطلاعات بین ذینفعان پروژه توسط PERT وقتی ما امکانات انجام میدیم، فراهم شدن اطلاعات بین ذینفعان افرادی که ذی‌دخل است در سطح پروژه میتونیم اطلاعات بین اینها چه شوند؟ تبادله شوند. در سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی با استفاده از یک شکل مختصر و معنادار ما توسط یک شکل خاص اطلاعات میخواهیم بین ذینفعان پروژه چه کنیم؟ تبادله بکنیم تا اینها بتواند از همه این مفاهیم آگاه شوند و آگاهیشان از این مفاهیم باعث موفقیت در سطح پروژه میشوند. مشخص شدن میزان منابع لازم در مقاطع مختلف زمانی در طول اجرای پروژه، ما همچنان با استفاده از این میکانیزم منابع لازم در بخش های مختلف پروژه نظر به زمان چی میکنیم؟ مشخص میکنیم که این بحث یک از بحث های بسیار مهم در طول اجرای پروژه است. این در طول اجرای پروژه ما با این دو مفهوم بیشتر بر میخوریم تا موفقیت ها را در سطح ساختار پروژه بالا ببریم. دوستان عزیز، در بحث امروز ما مشخصا حرکت کردیم روی زمانبندی پروژه و با استفاده از مکانیزم گنچارت و خصوصیات و مزایای گنچارت بحث کردیم که چه چیزهایی ما لازم داریم تا بتونیم از روش گنچارت برای نشان دادن برای مدیریت زمان استفاده بکنیم. یک تعداد از نیازها وجود داشتن که اونها رو ما بحث کردیم و اینها باعث میشد تا ما بتونیم چیکونیم گنچارت به صورت درستش استفاده بکنیم. گنچارت یک ابزار است، یک تکنیک است که ما رو کمک میکنه به خاطر مدیریت زمان پروژه. جهت ایجاد گنچارت مراحل بسیار مؤثر رو ما بحث کردیم. تاریخ شروع و ختم پروژه گفتیم باید تعریف شود، مشخص باشد. مهمترین بخش یک پروژه در جدول زمانی همین آغاز ختم پروژه است و بعدا تعداد روزهای کاری در هفته مشخص شوند که ما بتونیم در گنچارت نشان بدیم. تعداد ساعات کاری باید مشخص باشند. دوستان شما باید بفهمید تعداد رخصتی ها که در گنچارت وجود دارن، در سطح پروژه وجود دارن، ما نیاز داریم تا مطابق با آن برآورد کامل پروژه صورت بگیرن. دوستان این کارهایی هستن که بیشتر بر به برد اجرای پروژه میگردن که ما در جهت اجرایشان ما این زمانها رو نیاز داریم. برای هر فعالیت نام و زمان اجرا باید مشخص شد. برای هر فعالیت نام فعالیت در زمان اجرا چی شوند هم مشخص باشند تا ما بتانیم اینها رو انجام بدیم. یک لیست عمومی از همه منابع ها وجود داشته باشند که ما بتانیم این لیست با استفاده از لیست فعالیت های مورد نیاز و منابع رو چی کنیم در سطح گنچارت نشان بدیم. ایجاد ارتباط بین فعالیت ها هم باید مشخص شوند که ارتباط مفهوم اول با مفهوم دوم ارتباطشان و مفاهیمشان چی شوند برجسته شوند. و تعیین محدودیت های مربوط به وظایف هم مشخص شوند. تنظیمات نهایی گنچارت مشروط به طرح کل پروژه است، یعنی ما بتوانیم با استفاده از اینها چارت کلی رو بسازیم تا مطابق به طرح کل پروژه حرکت بکنند. هنگام که پروژه آغاز شود در فاصله منظم بازرسی صورت بگیرد تا ما بتوانیم پروژه رو چیکونیم موفق ببینیم. دوستان بحث دیگری تکنیک ارزیابی و بررسی پروگرام بود به نام PERT بود که اینها رو هم بحث کردیم به صورت بسیار دقیق.
و مزایای کاربرد تکنیک ارزیابی و بررسی پروگرام هم صحبت شد که انشاءالله شما بتوانید از اینها در جهت استفاده در پروژه های تکنولوژیکی و سافت‌ویر مستفید شوین و اینها شما رو کمک میکنن تا یک مدیر موفق در مدیریت پروژه ها باشین. دوستان عزیز، درس امروز رو به اینجا با پایان میرسانیم. تا دیدن بعدی و بحث بعدی، شما رو به خداوند پاک میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.